اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و گرامی، میخواهم در این ویدیوی کوتاه به خدمتتان پیرامون دو موضوع صحبت داشته باشم. موضوع اول قضیه این است که در مزار یا در بلخ چی کسی دفنه و آیا این مرقدی که به علی رضی الله عنه خلیفه چهارم مسلمان ها نسبت داده میشه واقعیت داره یا نه؟ ببینید دوستان گرانقدر، در ابتدای کار میبایست که ما این مسئله را بدانیم که علی رضی الله تعالی عنه در هیچ روایت تاریخی درست و صحیح نیامده که ایشان در شهر بلخ یا در مزار دفن باشند. این نسبت دروغی هست و مورخین اسلام و تاریخ نویسان و تاریخ نگاران اصلا چنین چیزی را نیاوردند، بلکه اختلافی که در قبر علی رضی الله تعالی عنه هست که در کجا ایشان دفن می باشه، یعنی در عراق، در کجای عراق دفن هستند، اصل اختلاف در اینجاست و قول راجح که امام ابن کثیر رحمه الله آن را در واقع ترجیح می دهد، میگه مشهور اینه که ایشان در دارالاماره کوفه دفن هستند و حتی روایاتی که در مورد نجف یا زعم و گمانهایی که در مورد نجف اونها را هم رد میکنه. و جالبه که امام ابن کثیر رحمه الله وقتی که این نکته را میاره در کتابش، در کتاب البدایه و النهایه که در تاریخ اسلام هست، ایشان میگه که اما دروغی که در میان مردم نشر شده که ایشان، یعنی جسدشان را روی شتر گذاشتن و رها کردن، مثل که در میان برخی از مردم ما این حرف هست که بله و اون شطور ایشان آورده، البته مردم ما میگن اون را آورده به افغانستان، ایشان آورده به افغانستان و در مزار دفن شدن. حقیقت امر اینه که این دروغه. اساسا این که بر روی شطور گذاشته بشه، چنانچه یعنی علامه ابن کثیر رحمه الله میگه اصلا این با عقل و با شرع سازگار نیست. حالا اینکه چگونه سازگار نیست، این یک بحث جداییه که در جایش به هر حال میبایست به این پرداخته بشه که واقعا نه عقل این را میپذیره و نه هم شرع این را میپذیره. به هر ترتیب من در صدد این نیستم که حالا اون مسئله را توضیح بدم. چیزی که برای من مهمه اینه که هیچ روایت صحیحی وجود نداره که علی رضی الله تعالی عنه در افغانستان آمده باشند و در افغانستان دفن شده باشند. درست شد. و این روایات دروغه، یعنی اصلا وجودی نداره، وجود خارجی نداره چون این روایتی. خب حالا سوال پیش میاد دوستان عزیز، پس اینجا کی دفنه؟ چند وقت پیش یادم هستی که زرتشتیان میگفت که در اینجا حضرت زرتشت دفنه به اصطلاح اونها. جالبه، برای من جالب بود چون یک زمانی در این منطقه و در اینجا، یعنی در بلخ، در هرات، در برخی جاهای دیگه مراکز مهم زرتشتیان بوده، و خاصتا بلخ. میگه که در اینجا حضرت زرتشت دفنه. خب به هر صورت حالا ما حرفی روی این نداریم، ولی برخی از تاریخ نگاران میگن که اینجا قبر کسی دیگری است به نام ابوالحسن علی ابن ابی طالب البلخی، قبر اوست در اینجا. و این فکر میکنم که یعنی از نظر تشابه اسمی و آنچه که در اینجا، یعنی یک سری مدارک و وثائقی که پیدا شده، دلالت بر این میکنه که واقعا این چنین باشه. قبر فردی است به نام که این شخص در قرن پنجم میزیسته، یعنی در قرن پنجم هجری و در قرن یازدهم میلادی، شخصی است به نام ابوالحسن. ببینید تشابه اسمی است در میان این شخص و در میان علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمین رضی الله عنه. ابوالحسن علی ابن ابی طالب ولی البلخی است. خودتان برید یعنی در این مورد معلومات پیدا بکنید. من معلومات کوتاهی در مورد این فرد برایتان میدم که این فرد عالم بوده و صوفی مشرب بوده و در مذهب خود، یعنی در مذهب فقهی خود حنفی است و در مذهب کلامی خود ماتوریدی است و در سال 485 از دنیا رفته، در سال 485 هجری قمری از دنیا رفته، یعنی در قرن پنجم. متوجه شدید؟ و حتی یعنی نسبش اینگونه میگه که از جهت پدری به حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه، به حسین رضی الله عنه میرسه و از طرف مادر نسبش به محمد ابن حنفیه، برادر
حسین است، یعنی از هر دو طرف میرسه به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. این شخص در اینجا دفنه، این شخص در اینجا، این قبر به او منسوبه. و جالبه که در شرح حال این فرد یعنی ابوالحسن علی ابن ابی طالب البلخی این گونه میایه که این فرد معروف به شاه مردان بوده، معروف به شاه مردان بوده، آنچه که امروز یعنی در میان مردم هم معروفه که نمیفهم سخی جان و شاه مردان و امین، همون علی ابن ابی طالب است که در قرن پنجم میزیسته، نه علی ابن ابی طالبی که خلیفه چهارم مسلمان هست. متوجه هستید؟ این قبر به این فرد نسبت داده شده، به ابوالحسن. جالبه که تشابه اسمی حتی در کنیه، کنیه علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمان ها رضی الله عنه هم ابوالحسنه، کنیه ای هم ابوالحسنه، نامش علی، نام ایشان هم علی، ابن ابی طالب یعنی فرزند ابی طالب، ایشان هم ابن ابی طالب هستند، فقط ایشان بلخی هست، ایشان قرشی هست. متوجه هستید؟ پس این تشابه اسمی باعث شده که یک تعداد تصور کنن اینجا قبر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است، خلیفه چهارم مسلمان ها، در حالی که این گونه نیست و چنین چیزی وجود نداره. اما حالا فرض کنیم که قبر علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمان هاست، این خرافاتی که در اینجا صورت میگیره، خاصتا در اول یعنی نوروز یا در اول سال نو، اول سال نو یعنی اول برج حمل، یک سری خرافاتی از جمله همین جهنده بالا یا صوت بالا به اصطلاح بعضی ها، واقعا این عجیبه. این صوت بالا یا این جهنده بالا برگرفته از بودایی هاست دوستان عزیز، برگرفته از بودایی هاست. ببینید متاسفانه خرافاتی از زرتشتیت، از هندویزم، از بودائیزم، به همین ترتیب از یهودیزم، از نصرانیزم و الاخر، میبینید متاسفانه در این یعنی در این روش ها و در این عمل کرده ها وجود داره. الله المستعان، اینها واقعا مصیبت باره. دوستان عزیز، من برایتان ویدیوی را نشر میکنم، این ویدیو را ببینید، این ویدیو را ببینید خودتان با چشم سر. این ویدیو متعلق به جهنده بالای بودایی ها، یعنی بودایی ها این جهنده را بالا میکنه. خودتان ببینید، دقت کنید روی این تصویر و روی این ویدیو، بعد این طرف را ببینید، این جهنده بالایی است که در مزار صورت میگیره، این جهنده بالای مزار برگرفته از این جهنده بالای بودایی هاست. و سبحان الله، یعنی انسان تعجب میکنه چه خرافاتی در این جهنده بالا وجود داره. این جهنده بالا، خب اینها که کافرن دیگه، اینها شک نیست بودایی هستن، مسلمان نیستن، اما این بیچاره ها مسلمان گفته این خرافات رو انجام میدن، این شرکیات رو انجام میدن، دور یک سوته، دور یک چوبی جمع شدن و تقاضا دارن که این سوته و این چوب اینها رو شفا بده، نعوذ بالله، این سوته برایشان خیر و برکت بیاره. جالبه که برخی از سیاسیون نادان هم در این روز میآیند، چی میگن؟ ما امیدواریم که به برکت این سوته، به برکت این چوب، صلح و امنیت و آرامش در این کشور بیه. خاک بر سرت، چی میگی تو؟ شرک میورزی به الله متعال سبحانه و تعالی؟ کمی از نظر سیاسی میدانی، حداقل کمی دینت را هم بالا ببر، یک چیزی بفهم، مگر اینکه تو هم یک بودایی باشی مثل اینها، که در این صورت من حرفی ندارم، و یا این که زرتشتی باشی که افتخار میکنی به این کارهای زرتشتیت، به این اعمال زرتشتیت، والله المستعان. ببینید ابراهیم خلیل علیه السلام، یعنی آنچه که الله متعال از زبانش نقل میکنه در قرآن کریم، چی میگه؟ و اذا مرضت فهو یشفی، وقتی من مریض بشوم فقط الله است که مرا شفا میده. این سوته ها شفا نمیدن دوستان عزیز، این چوب ها شفا نمیدن، خاک و چوب و انسان شفا نمیده، الله که شفا میده، الله که انسان را شفا میده. حالا فرض کنیم که اینجا قبر علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمین است، آیا ایشان شفا دهنده هستن؟ خودتان تصور کنید. ببینید دوستان عزیز، الله متعال در مورد بهتر از علی ابن ابی طالب که پیامبر محبوب ما هستند صلی الله علیه و سلم، الله متعال در سوره اعراف آیه 188 چی میگه؟ میگه ای پیامبر بگو برای این مردم، قل، ای پیامبر بگو برای این مردم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير الاخر. الله میگه ای پیامبر برای از این مردم بگو که من پیامبر برای خودم نمیتوانم نفع و ضرر برسونم، چی برسه برای دیگران؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود نمیتونه نفع و ضرر برسانه، چی برسه برای دیگران؟ غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگه میتونه چون این کاری انجام بده؟ یعنی ایشان وقتی که محبوب رب العالمین هستند، کسی هستند که سفیر الله متعال سبحانه و تعالی هستند و سخنگوی الله متعال هستند، الله درباره ایشان میگه که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ولی این تعداد این مردم بیچاره را میبینید، به سر یک سوته حمله میکنند، آهای میبوسند، تبرکش میکنند، اون تا 40 روز بالا هست، بعد از چه البته تنها در اینجا بالا نمیشه، این فرهنگ بودائیسم، بودایی ها متاسفانه در جاهای دیگر هم در افغانستان صورت میگیره و انجام میگیره و مردم هم تصور میکنند که در اینها خیر و برکت وجود داره، نعوذ بالله. این واقعا خطرناک. دوستان گران قدرم، برادر من، خواهر من، تو مسلمانی، این اعتقاد اعتقاد غیر اسلامی است، این اعتقاد اعتقاد شرکی هست. باید از الله ترسیده و دین الله را بفهمی و دست از این شرکیات برداری، و گرنه اگر با این شرکیات بمیری جایگاهت جهنمه. از الله بترس برادر من، خواهر من، فقط متوجه الله بشو. این صوته چیست که از اون خیر میخواهی؟ این سوته ها و این چوب ها و این تکه ها، خودت این سوته را آماده کردی، خودت با آن پارچه میپیچی و خودت آن را بالا میکنی، بعد خودت از آن طلب خیر میکنی، طلب شفا میکنی، نعوذ بالله. الله عجیبه. یعنی وقتی که عقل انسان توسط شیطان مسخ بشه، اینگونه مسخ میشه. پس دوستان عزیز، این جهنده بالا متاسفانه باید بگیم که برگرفته ای از زرتشتیت که این روز را تعظیم میکنه و برگرفته ای از بودائیسم که این اعمال انجام میگیره، این عمل انجام میگیره و آن را بالا میکنن. پس دوستان عزیز، به صورت کوتاه من صحبتم را تمام میکنم. در ابتدای کار باید بدانیم که علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمان ها در اینجا دفن نی و این دروغه. ثانیاً حتی اینکه ایشان در اینجا دفن باشه، ایشان و هیچ کسی دیگر جز الله متعال نمیتونه که کسی را شفا بده یا برای کسی خیر و برای کسی به هر حال خیری برسانه و یا شر را از او دفع بکنه. فقط الله که مالک خیر و شر هست و الله متعال سبحانه و تعالی است که مالک همه مخلوقات، و این را نباید ما از الله گرفته و به بندگان الله بدیم. جزاکم الله خیر از حوصله مندیتان. دوستان عزیز و گرانقدر، من خواهش میکنم که این ویدیو رو نشر کنید در میان دوستانتان تا مردم از شر شرک و بدعات و خرافات و این اندیشه های غلط و پوسیده و فرسوده دور بشن. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.